من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونای کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و روبانیش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم که من در یک مصاحبه تلویزیونی با یکی از خبرگزاری‌های کشور آمریکا ادعا کنم که من فردی مهم در برنامه هسته‌ای ایران بوده و به درخواست خودم به کشور ایالات متحده آمریکا پناهنده شدم و در این فرآیند پناهندگی من یک سری مدارک و اسناد خیلی مهمی رو از کشورم به همراه یک لپتاپ حاوی اسناد محرمانه برنامه هسته‌ای نظامی ایران هستش رو به کشور آمریکا منتقل کردم. آمریکایی‌ها چرا می‌خواهند شهرام امیری را وادار کنند تابع به دروغ بگوید؟ اطلاعات مهمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. هدف اصلی از این قضیه فشار سیاسی به کشور جمهوری اسلامی ایران و در واقع محکوم کردن و اثبات دروغ‌هایی هستش که کشور آمریکا مدام در واقع در بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران داره مطرح میکنه. این محقق ایرانی در این زمان تصمیمی چند دقیقه این درخواستی هم از سازمان های بین‌المللی داشته. در اینجا از سازمان ها و بخش هایی که در ارتباط با حقوق بشر و در ارتباط با مسائل آزادی اسیران در سایر کشورها فعالیت میکنند این درخواست رو دارم که موضوع من رو بشه با جدیت پیگیری کنند، چرا که واقعا من به ناحق از یک کشور سالس دوزیده شده و به کشور آمریکا آورده شدم و درخواستم تمام تلاش و توان خود را جهت آزادی من را برگشتن به کشور عزیزم ایران انجام میدم. سخنرانی من رو دیدن و این صحبت‌های آخر من رو شنیدن، ازشون خواهش میکنم که صبور باشن. صحبت‌های این محقق ایرانی که با روشی خاص به دست دستگاه‌های اطلاعاتی ایران رسیده، روشن‌ترین سند در خصوص ربایش وی به وسیله امریکا و با همکاری دولت عربستان است. این فیلم همچنین سندی منحصر به فرد است که نشان می‌دهد مجموعه ادعاهای امریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران سندسازی بی‌ارزشی بیش نیست. اکنون دولت آمریکا باید پاسخگوی این آدم ربایی آشکار باشد.